بسم الله الرحمن الرحیم. من وقت دارم که صحبت کنم یا شما میایید تو صحبتم؟ من اگر کوتاه صحبت کنی نمیام تو صحبت، قول میدم. برای صحبت شرط دارم. شرطتون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه شرطتون شرط... شرطم میخوام بگم. آه. اولا که به نمایندگان محترم مردم جسارت و توهین نکنین. 100 درصد. دوما به دولت خدمتگزار که مورد تایید مردم هست و مورد تایید پی در پی رهبری معظم انقلاب هست تهمت و توهین نکنید. برنامه ما آیه احمدی برنامه کاملا ورزشیه، ما اصلا کاری به مسائل سیاسی پیرامون این قضیه نداریم. کار را اصلا دخالت میدونم، دخالت مسائل غیر ورزشی در داخل ورزش میدونم، نظر شخصی من خودم. و پس شما اجازه نمیدید ما حرف بزنیم؟ من اصلا حرف نمیدید. من دیگه آقا من ساکت میشم. نه من میخوام خواهش سومیم بکنم. بالی. شما ورزش رو فقط به خودتون منتسب نکنید، ورزش متعلق به همه ایرانیاست. شما وقتی اونجا میشینید میگین ورز ما ورزشیانی، همه مردم هیچ. ضمن این که به هر حال شما باید جایگاهتون اولا بگیرید. آیا شما مجری هستین یا قاضی؟ شما مجری هستین یا داور؟ من لذا خواهش میکنم اجازه بدین من 5 دقیقه صحبت بکنم، بعد شما هر چی دوست داشتین صحبت کنید. بفرمایید شما. بعد کوتاه‌تر از 5 دقیقه. رحیم ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام سال روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، اصحاب و یاران با وفایش رو خصوصا تسلیت عرض میکنم به جوانان عزیز که ورزش دوستن و پیرو و حضرت قمر بنی هاشم که الگوی جوانهای عزیز ایران اسلامی و جوانهای مسلمون هم. برای اینکه میخواییم از صحبتمون، از بحثمون نتیجه حاصل بشه، حضرت امام میفرمایند که جان همه ایرانی ها و مسلمین هست، میفرمایند جوانهای ما باید به علی ابن ابی طالب اقتدا کنن. حال سوال من این است که آیا جناب عالی به حضرت علی علیه السلام اقتدا کردید که توهین میکنید به نماینده مجلس که حضرت امام او را در رأس امور میداند؟ خاک دوست دارین مجلس که در ته امورم نیست، چه برسه به رأس امور. و میگید که برای رأی آوردن این کارو کرد. واقعا شما ایمان دارید که یک شخصی، اگر شما ایمان دارید، شما ایمان دارید از خونه بیرون نیاید؟ بعد میگه اگر میخواد بیاد بیاد بیرون، بیرون بیاید. اونا هم یقین دارن که این نمایندگان برای رأی آینده خودشون این کارو کردن؟ یا اینکه تصمیم دولتی که دشمنان او استکبار و سرکوب هستند و همیشه هم مورد تایید مقام معظم رهبری بوده، میفرمایید این تصمیم یک شو بوده؟ من متاسفم برای این موضوع. حال دولت از مدت ها قبل تصمیم گرفته به تمرکز زدایی از تهران پایتخت، حالا هم تصمیم گرفته از یک شهری که این موضوع مورد بحث شما و مجموعه مثل تیم فوتبال تعداد زیادی رو در خودش داره، بخشی از اون رو به یک استان بده. خب شما 5 دقیقه تموم شد. نه خب حالا به عنوان مثال من الان میگن 6 دقیقه، 5 دقیقه تموم شد. 5 دقیقه من صحبتم نیمه تمامه، اجازه میخوام باز هم به من فرصت بدید تا صحبت. آقا شما فقط یه 5 دقیقه شرط گذاشتید که صحبت کنید، الان طبق پیش شرط خودتون گفتید 5 دقیقه صحبت میکنم. خب نه، اگر شما وقت دادین بازم صحبت میکنم. اگر میدونم که اگه وقت بودم شما کلا میتونید. آخه من میتونم درباره صحبت شما حرف بزنم؟ بله بفرمایید. اولا که دین و ایمان فقط مال شما نیست آیه محترم، این یه چیز خیلی طبیعی، دین همه دین و ایمان دارن برای خودشون. در مقام دفاع از خودم میگن دین و ایمان هر کسی برای خودش داره، حالا به اونی به خود شخص مربوطه. اینا برای شهر خودشون تلاش نمیکنن، تا که یه دفعه تیمی میبینن که اونجا صاحب نداره میتونن راحت صاحبش بشن، میگن آقا ما این تیمو میگیریم میاریم این شهر، ما این تیمو میاریم این شهر. این دقیقاً این یه رقابت شده بین نماینده محترم مجلس. چیزی که خیلی بدیهیه اینه که آقا تو این قضیه صرفا ورزشی نگاه نمیشه، خیلی طبیعیه. آیه احمدی عزیز چی شد؟ بفرمایید من دارم گوش میکنم. بعد این بحث تمرکز دادم شما، آقا خیلی خوبه، من گفتم بارها گفتم به خود راهش این نیست. آقا فیفا قانون گذاشته میگه آقا جان نباید مقامات سیاسی، دولت نباید در ورزش دخالت کنه، ورزش و ورزشی ها باید برش تصمیم بگیرن. میان دولت سرمایه گذاری کنه تو عراق، یه تیم از پایه بیاره بالا، تیم بیاد برسه لیگ، خیلی عالیه. این رو ماها دامن میزنیم، والا مردم اینطوری فکر نمیکنن، مردم عاقلانه فکر میکنن. خیلی ممنون، خواهش میکنم. شب شما بخیر. پس من دیگه صحبت نکنم چون میخواستم صحبت کنم. تمام شد، با خودتون گفتید. آقای فردوسی پور
اینها دغدغه مردم نیست. شما نیاین حرف خودتون رو که میگین من نظر شخصیمه از رسانه ملی بزنید. دغدغه مردم مخالفت هم دارید باید زنگ بزنید شخصی تو شخصی بدید. چیکار میکردم؟ عرض کردم اونجا که هستی به عنوان یک مجری هستی نه قاضی. آها بله خیلی ممنون. قربان شما. شبتون بخیر. شب عادی هم بخیر. بله آقای فرید شما صحبتی دارید؟ اگه تیم نفت تهران الان سقوط کنه ما میشیم مثل همیاری عرب. نه خیلی راحته. آقا چه تضمینی بود؟ آقا راحته بابا شما چقدر ساده ای دایه فرد مثلا راه هم میشه میره عراق. اینجا دیگه اصلا این چیزا مشخصه دیگه این اصلا بحثی نداریم در این زمینه. خیلی راحته اتفاقات راحت رخ میده. باسی که قهرمان باشگاه آسیا بود. سوابتی که اون باشگاه آسیا رفت الان کجا هستن؟ اگه ما قرار بود آقای فرشان درس بگیریم از اتفاقات گذشته که الان این دیالوگا برقرار نمیشد بین ما تو این برنامه